مرقد امام هادی، امام دهم و فرزندش امام حسن عسکری امام یازدهم علیهما السلام که زیارتگاه شیعیان عیان است، در شهر سامر را واقع شده است. اما این مکان مقدس چندین بار از سوی دشمنان اهل بیت در طول تاریخ مورد هجوم و هتک حرمت واقع شده است. در روز 23 محرم سال 1427 هجری قمری، اولین بمب‌گذاری در این حرم مطهر به دست سنی‌های تندرو و عوامل وهابی صورت گرفت و البته بعدها این اقدام هتاکانه تکرار شد. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. حرم مطهر امامین عسکریین، امام هادی و امام حسن عسکری سلام الله علیهما در سامرا طی دو مرحله به دست سنی های تندرو در سالهای 1384 و 1386 هجری شمسی منفجر و بخش هایی از آن تخریب شد. این اقدام موهن واکنش مراجع معظم تقدید و همچنین شیعیان را در مناطق مختلف جهان در پی داشت و علاوه بر آن بسیاری از شخصیت‌ها و مراکز بین‌المللی آن را محکوم کردند. در اولین اقدام تروریستی حرم امامین عسکریین در سال 1384 شمسی با کار گذاشتن مواد منفجره در داخل حرم مطهر تخریب شد. ساعت حدود 7 صبح برخی از عوامل وهابی با پوشیدن لباس نیروهای تکاور عراقی وارد حرم مطهر شده و خادمان حرم امامین عسکریین را در یکی از صحن‌های حرم زندانی و مواد منفجره همچون TNT در داخل حرم قرار دادند و محل را ترک کردند و سپس حرم مطهر سامرا تخریب شد. با توجه به حجم بالای مواد منفجره که حدود 200 کیلوگرم تخمین زده میشد، پوشش آجری و طلاکاری گنبد و کاشیکاری دیوارهای گنبد حرم امامین عسکریین فرو ریخت و حتی برخی مصالح تا شعاع نیم کیلومتری اطراف حرم پرتاب شد. با این وجود پایه‌های گنبد و بدنه اصلی آن به دلیل استحکام بالا سالم ماند و مشکلی برای آن ایجاد نشد. پس از این اقدام تروریستی مراجع معظم تقدید 3 روز عزای عمومی اعلام کرده و بازارها تعطیل شدند. برخی از مردم نیز از شهرهای مختلف عراق به سوی سامرا حرکت کرده و در خانه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به عزاداری پرداختند. مدتی حرم مطهر در سامرا بسته شد و زائران و مشتاقان این حرم مطهر امکان تشرف به این مکان مقدس را نداشتند. البته سنی های تند رو به این تخریب و اقدام تروریستی اکتفا نکرده و 27 جمادی الاول سال 1428 قمری همزمان با 23 خرداد ماه سال 1386 برای دومین بار اقدام به بمب گذاری در حرم مطهر کردند. آنها این بار به سوی خادمان حرم مطهر حمله ور شده و پس از درگیری با خادمان حرم مطهر صدای مهیبی از سوی حرم شنیده شد که در ابتدا گلدسته سمت چپ و پس از آن گلدسته سمت راست به صورت کامل تخریب شد. گفتنی است که سنی های تندرو داعش هم در 16 خرداد سال 1393 نیز قصد حمله و تخریب حرم امامین عسکریین را داشتند که با مقاومت مردم و نیروهای امنیتی این حمله خونسا و با شکست این دشمنان اهل بیت علیهم السلام همراه شد. انگیزه سنی های تندرو و عوامل وهابی از تخریب حرم امامین عسکریین را علاوه بر دلایل سیاسی بایستی ناشی دلایل مذهبی نیز دانست، چرا که در جنبه سیاسی این حرکت برآورده شدن اهداف شوم کشورها و پشتیبانان اصلی این گروه ها تأمین می شد و در جنبه مذهبی آن این اقدام تروریستی به عقاید وهابیان درباره زیارت و بنای بر قبور برمی گردد. ابن تیمیه احداث بنا بر قبور را حرام و تخریب آن را واجب می داند و وهابیان با همین انگیزه و استناد به فتوای مفتیان خود در سال 1344 هجری قمری همه آثار تاریخی قبرستان بقی از جمله حرم‌های مطهر امام حسن مجتبی، امام سجاد، امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم السلام را ویران کردند.
پس از این ویرانی ها شیعیان جهان بلافاصله با هدایای نفیس و کمک های نقدی آمادگی خود را برای بازسازی حرم مطهر در سامرا اعلام کردند و کار بازسازی آغاز شد و سال 1394 شمسی به پایان رسید. در حرم امامین عسکریان در شهر سامرا قبور مطهر دو امام شیعیان، امام هادی و امام حسن عسکری سلام الله علیه ما واقع شده است. همچنین حضرت نرجس خاتون مادر امام زمان، حضرت حکیم خاتون دختر امام جواد نیز در این مکان مقدس مدفون هستند و علاوه بر آن حضرت سمانه مادر امام هادی و حضرت سوسن ملقب به سلیل یا حدیث مادر امام حسن عسکری و شمار دیگری از خاندان اهل بیت علیهم السلام هم در حرم امامین عسکریان در سرداب و در نزدیکی ضریح مطهر مدفون هستند. علی اکبری، اخبار شیعه.